سلام علی شیرازی هستم و امروز جمعه 22 شهریور با برنامه میز مطبوعات همراه شما دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از موضوعات مهمی بود که رسانه ها به آن پرداختند حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز جمعه 22 شهریور ورما در 13 همین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکه گفت که با عزم سیاسی و احترام متقابل و تأمین منافع مشترک و از طریق تحقق عینی حقوق ایران میتوان سلحامیز بودن برنامه هسته ایران را تضمین کرد. به گفته او با اعتماد سازی متقابل می توان در یک دوره زمانی کوتاه به این تضمین متقابل دست یافت. فقای روحانی افزود ایران بر اساس تعهدات حقوقی، آموزه های دینی و اخلاقی و ملاحظات راهبردی به معاهده منع گسترش سلاح های هستهی پایبند است و بر حق انکار ناپذیر همه اعضای معاهده برای برخورداری از فناوری سلحامیز هستهی از جمله قنیسازی تأکید و اصرار دارد. پیشتر رضا نجفی نماینده جدید ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 21 شهریور گفته بود که او با این نهاد برای حل و فصل قطعی مسائل همکاری می کند. آقای روحانی در سخنرانی خود به شدت از تحریم ها علیه ایران انتقاد کرد و آن را بدعتی خطرناک خواند که به منظور مختل کردن روند توسعه ایران بیرحمان شهروندان عادی و بیگناه را هدف قرار داده است. رهبران ایران میگویند که برنامه هسته تهران برای اهداف صلحآمیز از جمله تحقیقات پزشکی و تولید برق است اما تا کنون نتوانستند جامعه جهانی را متقاعد کنند که برنامه هستیشان صرفا مقاصد سلحامیز دارد. شورای امنیت تا کنون با تصویب چهار قطنامه تحریمی از ایران خواسته است تا قنیسازی را متوقف کند ولی تهران تا کنون از این درخواست سرپیچی کرده و قنیسازی را حق خود میداند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی رسمی خود در نشست سران شانگهای به برنامه هسته ایران اشاره کرد و گفت که ایران مانند هر کشور دیگری کاملا حق برخورداری از برنامه صلحآمیز هسته ای از جمله غنیسازی را دارد سخنان آقای پوتین در حالی بیان می شود که رهبران ایران تاکنون نتوانستند جامعه جهانی را متقاعد کنند که برنامه هسته ایشان صرفا مقاصد صلح دارد. شورای امنیت که روسیه از اعضای دائم آن است تاکنون با تصویب چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی را متوقف کند ولی تهران تاکنون از این درخواست سرپیچی کرده چرا که غنی را حق خود میداند به گزارش عضو خبرگزاری رسمی روسیه وی همچنین خاطر نشان کرد که مسائل مرتبط به همکاری روسیه و ایران در زمینه استفاده از نیروی اتمی صلحآمیز در دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور دو کشور در بیشکک مورد بحث قرار خواهد گرفت مسکو امیدوار است مسائل مرتبط با تحویل تسلیحات روسیه به ایران نیز در دیدار رؤسای جمهور دو کشور در بیشکک حل و فصل شود او گفته من مطمئنم که در جریان دیدار دو جانبه در حاشیه اجلاس شانگهای جنبه های مختلف همکاری نظامی و فنی دو کشور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت ایران از روسیه به خاطر عدم تحویل سامانه دفاع موشکی استیصد به مجامع بین المللی شکایت کرده و درخواست قرامت چهار میلیارد دلاری کرده است انتظار میرود در پایان نشست سازمان همکاری شانگهای کشورهای عضو بیانیه مشترکی را امضا کنند روسیه اخیرا پیشنهاد کنترل سلاحهای شیمیایی دولت بشار اسد توسط جامعه جهانی را پیشنهاد کرد تا از حمله نظامی آمریکا به این کشور ممانعت کند. مطلب بعدی امروز مربوط است به درخواست 42 زندانی سیاسی رجای شهر از آملی لاریجانی برای آزادی زندانیان بیمار. دو نفر از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر در نامه سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران از او درخواست کردند که برای آزادی زندانیانی که بیماری جدی دارند اقدام کند. نامه این زندانیان در وبسایت کلمه از رسانه های هواداران جنبش سبز منتشر شده است. در این نامه ضمن اشاره به ایرادهایی در روندهای امنیتی و قضایی رسیدگی به پرونده سیاسی از بیتوجهی مسئولان قضایی و امنیتی و همچنین کارکنان سازمان زندانها در رعایت بایسته ها و استانداردهای های قضایی انتقاد شده است. همچنین این زندانیان میگویند در دو سال و گذشته پنج نفر از زندانیان رجای شهر به دلیل کمبودها و فشارهای جسمی و روانی و در اثر سهلنگاری درگذشتند امضا کنندگان این نامه که بهمن احمدی عمویی مهدی محمودیان زانیار مرادی و نوید خانجانی در میان آنان هستند نسبت به وقوع اتفاقات مشابه هشدار داده و از صادق عاملی لاریجانی خواستند با نگاهی پیشگیرانه و با بینشی عدالتگرایانه نسبت به آزادی فوری زندانیان بیمار اقدام کند در سالهای اخیر مسئله سلامتی زندانیان در ایران بارها خبرساز شده به ویژه گفته می شود شرایط نگهداری زندانیان در زندان رجای شهر دشوار است مقام های قضایی ایران بارها تاکید کردند که با زندانیان منصفانه و در چهارچوب معیارهای پذیرفته شده برخورد می شود در این قسمت برنامه توجهتون رو جلب می‌کنم به بخش خبر در یک نگاه تأکید کاشفی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین تکلیف جرم سیاسی سرطان در تهران بیداد می کند نماینده ایران در آژانس اتمی برای انجام مذاکرات نتیجه بخش آماده ایم. نیمی از دریاچه ارومیه کاملا خشک و نمکی شده است. خسارت اعتیاد در ایران برابر کل بودجه سلامت کشور است. درخواست کمپین بین المللی حقوق بشر از شمخانی به حصر خانگی غیرقانونی خاتمه دهید. هاشمی رفسنجانی اعتبار امام جمعه از مردم است اما اخراج الهه رازگو از حزب اسلامی کار خبر دیگری بود که هفته گذشته رسانه های داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار داد. بهروز سمت بیگی در گزارشی در روز آنلاین به این موضوع پرداخته. در این گزارش آمده اصلاح طلبان خود را آماده کرده بودند تا شادی ریاست مسجد جامعی را با شهردار شدن محسن هاشمی مضاعف کنند اما برخلاف همه تدابیرشان قالیباف با دو رأی اختلاف شهردار ماند رعی های احمد دنیا مالی و الهه راستگو دیگر قابل بازگشت نیست اما اصلاح طلبان تصمیم گرفتند لاعقل با راستگو که منحصرا در لیست اعتلافی اصلاح طلبان حضور داشت و گویا قبل از رعی گیری برای انتخاب شهردار هم رأی خود را به هاشمی داده بود برخورد کنند تا از این پس تصمیمات حزبی در لحظه نهایی با تصمیمات فردی در تعارض قرار نگیرد به این ترتیب الهه راسکو از حزب اسلامی کار اخراج شده و این عضو شورای شهر هم با انتشار نامه سرگشاده به نوعی جدایی خود از اصلاح طلبان را اعلام کرده است در پستر ائتلاف اصلاح طلبان که شعار شهر من من به تو بر بران نقش بسته بود عکسش درست زیر عکس احمد مسجد جامعی و در کنار مسعود سلطانی فر قرار داشت در این لیست که افرادی چون ابراهیم اسخرزاده فرصت حضور پیدا نکرده بودند الهه راستگو به عنوان عضو حزب اسلامی کار در جمع اصلاح طلبان قرار گرفت و تا هیئت رئیسه شورا هم پیش رفت او او را عضو کمیته بیمه درمانی خانه کارگر عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار و مشاور دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام معرفی کرده بودند اما هنوز شورای چهارم پایتخت در ابتدای راه است که حزب اسلامی کار روز چهارشنبه 20 شهریور ماه شورای داوری تشکیل داده و حکم اخراج الهه راستگو صادر شده است در این جلسه از خود راستگو هم دعوت شده بود اما او حضور پیدا نکرد اما پنج شاهد حضور داشتند که نام آنان اعلام نشده است نکته جالب اما اینجاست که رأی دادن به قالیباف جزو دلایل اخراج این عضو حزب نیست و تخطی از مرامنامه و اساسنامه و آیننامه های حزب مورد استناد قرار گرفته در بیانی حزب آمده در شورای داوری رأی نامبرده در جریان انتخاب شهردار تهران هرچند که برخلاف عرف و رویه کار تشکیلاتی و حزبی بود ولی جزو موارد اتهامی قرار نگرفت بلکه تخطی وی از ارزش‌های اسلامی و اخلاقی منجر به صدور چنین رأیی درباره ایشان گردید در هر حزبی اهم از اصلاح طلب یا اصولگرا نیز رعایت روش های اخلاقی و تشکیلاتی جزو الزامات اولیه است به خصوص که در بین اصلاح طلبان فرد دیگری نیز بوده که به کاندیدای رقیب رأی داده است اما در خصوص عدم رعایت موازین تشکیلاتی و اخلاقی همکنون مورد اتهام قرار ندارد همچنین عنوان شده که حزب اسلامی کار با توجه به اینکه خانم الهه راستگو و همراه دو نفر دیگر از طریق این حزب در لیست اصلاح طلبان قرار گرفتند و توانستند از طریق آرای مردم تهران به شورای شهر ورود پیدا کنند به دلیل رفتار غیر مسئولانه خانم الهه راستگو صادقانه از مردم پوزش می طلبت و تلاش می کند تا با بکارگیری سازوکارهای لازم در آینده از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نماید الهه راسکو یک روز قبل, اخ، یک روز قبل از اخراج خود اخراج خود از حزب اسلامی کار را تکسی و تهدید کرده بود به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای چهارم اعلام می کنم که اجازه نخواهم داد که افرادی اینگونه عمل کنند و اینجا اعلام می کنم مطالبی را می دانم که اگر بر زبان بیاورم به ضرر خود آنهایی که این روزها این جو را برای من درست کردند خواهد شد و بهتر است آقایان آرامششان را حفظ کنند و از وضعیت موجود برای خدمت به مردم استفاده کنند. تا ساعتی پس از تشکیل جلسه حزبی هم راسکو عنوان می کرد که از اخراج خود بیخبر است و اگر اخراج شود میگوید که خدا را شکر و الخیر فیما وقع اما سرانجام با انتشار نامه ای واکنش نشان داد و از دیکتاتوری مدرن اصلاح طلبان سخن گفت. این جانب سراحتا اعلام می کنم که با بخشی از جریان اصلاح طلب که اتفاقا بخش تندروی آن محسوب می شود و جالبان که بر اساس جبر زمانه اکنون شعار اعتدال می دهند و از دولت سهم خواهی می کنند زاویه داشته و دارم. حضور مقامات دولتی ایران در فیسبوک هم تا یه هفته گذشته خبرساز بود. لوموند گزارشی در این مورد تهیه کرده که سایت روز آنلاین آن را انعکاس داده. در این گزارش آمده آیا رئیس جمهور جدید ایران تصمیم گرفته با شبکه های اجتماعی آشتی کند؟ در حالی که جنبش سبز معترض به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد حکومت را به لطف قدرت توییتر به چالش کشید، رئیس جمهور جدید حسن روحانی پس از دریافت منصبش وزرای خود را به افتتاح صفحه به نام خودشان در فیسبوک ترغیب کرد تا بتوانند با عموم مردم ارتباط برقرار کنند تنها مشکل این است که به مانند اکثریت صفحات اینترنتی شبکه های اجتماعی نیز همواره از سوی دولت مورد سانسور قرار گرفته و از دسترس مردم ایران خارجند اکثر اعضای برجسته دولت جدید از جمله وزیر نفت وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات خواسته رئیس جمهور روحانی را به مورد اجرا گذاشته و از عواست ماه اوت در فیسبوک ثبت نام کردند. در لیستی که از سوی رئیس جمهور در فیسبوک آمده نام 22 نفر از شخصیت های جدید دولت از جمله وزرا و مشاوران دیده می شود ولی به واقع آنها در چه موردی می توانند مباحثه کنند در این صفحه به اطلاعات مختلف در همه زمینه پرداخته شده تسلیت برای وفات ائمه اظهار نظر درباره تسلیحات شیمیایی در سوریه و نظرسنجی درباره اقدامات دولت آیا دولت جدید با ورود اجباری به فیسبوک می تواند شرایط را برای پایان دادن به سانسور شبکه های اجتماعی فراهم کند غلام حسین محسنی اجی که ریاست نهاد ناظر بر اینترنت ایرانی را بر عهده دارد چنین عقیده ای ندارد او در این خصوص به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت هنوز زمان برای برداشتن فیلترها فرا نرسیده سال گذشته علی خامنهای رهبر انقلاب در پاسخ به یک استفسا استفاده از فیسبوک را در صورتی که ملتزم به مفسده نباشد مجاز دانست به هر حال انتظار می رود که حکومت تحولی در مواضع خود ایجاد کند وزرای الکترونیکی نیز خود را مخاطب جهان خارج و علاقمندانی قرار دادند که برای دسترسی به شبکه های اجتماعی به هزار ترفند مانند پراکسی دست میازند تا از سند سد سانسور بگذرند. این بود میز مطبوعات این هفته امیدوارم مورد توجهتون تو قرار گرفته باشه تا برنامه دیگر ایام به کام شب و روزتان خوش.